بسم الله الرحمن الرحیم کنفرانس خود را با نعره کفر شکن تکبیر آغاز میکنیم. نعره تکبیر الله اکبر، نعره تکبیر الله اکبر، نعره تکبیر الله اکبر. به نام خدا و روز همه بخیر. محترم محمد برید جنرال اجمل عمر شینواری، سخنگوی قوای مسلح کشور، حاضرین در تالار و رسانه های محترم به کنفرانس خبری امروزی ما خوش آمدین. در نخست از جنرال صاحب خواهش میکنیم تا صحبتشان را آغاز کنند. دلوی چختن طلب سپیچلی نامه د افغانستان د اسلامی دولت مشرتابه پراسکی جلاد ماب جمهور رئیس او د وسلوال پوز اعلی سرقمندان د افغانستان ټول ولسته د مطبوعاتو کورنۍ ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. سهار مو په خیر او ورځ مو نیکمرغه. په سر کې اعتراف دعا میکنیم به روح تمام شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور. خداوند شهدای ما را غریق رحمت کند، به خانواده‌های محترمشان صبر جمیل عطا فرماید و به تمام مجروحین خداوند شفای عاجل نصیب گرداند. د ټول هیواد په کچه با عزت ولسونو د دفاعی او امنیتی ځواکونو په ملاتړ د الله اکبر د کفر ماتونکو او حق ناری په غږولو سره او خود چې افغان ولس په غوڅ اکثریت د ملی دفاعی او امنیتی ځواکونو سره ولاړ دي او اوګه په اوګه د خپلو سرتیرو سره د هیواد څخه ساتنه کوي او خپله کرکه او نفرت د ترورستانو په مقابل کې ټولو نړیوالو ته روښانه کړل. رئیس جمهور اسلامی افغانستان و سرقمندان اعلی قوای مسلح با تمام توان از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور حمایت اماجانبه نموده و نیروهای قهرمان دفاعی و امنیتی را مدافعین بر حق مردم و کشور دانستند. ولسی جرگه و مشران جرگه و اعضای شوراهای ولایتی از سراسر کشور به اتفاق آرا با نشر اعلامیه حمایت قاطع و اماجانبه تمام نماینده های ملت را از نظام و نیروهای دفاعی و امنیتی کشور اعلان کردند. این حمایت قاطع مردمی اراده ما را در راستای حفاظت از کشور و مردم تضمین و یقینی می سازد. د تیر سه شنبه په ماخام طالب ترهګرو د چاودیدونکو توکو ډک موټر ته په ملکی سیمه کې چاودنه ورکړه چې په طرز کې اته تنه زموږ ملکی هیوادوال شهیدان او شاوخوا شل تنه نور ټپیان شول. د دښمن دا ناکامه برید انساني ضد او د جګړې د قانون خلاف عمل د دفاعي و امنیتي ځواکونو په میړانې سره شنډ شو. د پیخې په طرز کې د پولیسو ځانګړو ځواکونو په چټکتیا سره ملکی وګړي چې په سیمه کې بند پاتې و امن سیمو ته ایستلي او ځانمرګي بریدګر یې له منځه ویوړل. جلادماب ولسمشر او د وسلوال پوز اعلی سرقمندان د متقاعدو او تجربه لرونکو پوځي منصوبینو سره په لیدنه کې څرګنده کړه چې د ملي دفاع وزارت او په نورو کچو مشورتي بوردونو کې بوردونه جوړ شي او د وسلوال پوز د متقاعدو جنرالانو او افسرانو له پوهې، تجربې او تحلیلونو څخه اعظمي ګټه واخیستل شي. ترورستان با شهادت رساندن افراد ملکی، متعلمین، محصلین، علمای دین و ویران کردن اماکن عامل منفعه ثابت ساختند که این گروه به هیچ یک از موازین دینی و ملی پابند نیستند و با اشاره بیگانه ها خواهان حاکم ساختن تاریکی و جهل در کشور هستند که نیروهای قهرمان دفاعی امنیتی کشور با آنان هیچگاه این اجازه را در حمایت مردمی نخواهند داد. علاقمندی تعداد زیاد از جوانان ام از اناس و ذکور به شمولیت در صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی و آغاز مبارزات پیگیر و دوامدار در برابر ترورستان طالب دال بر نفرت مردم از گروه جاهل طالب و حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته می باشند. به تعداد 5000 تن به خاطر شمولیت در صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی پروسه امتحان را سپری کردند.
حتی تعداد کثیری از جوانان بیرون از کشور به شکل داوطلبانه میخوان به صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی کشور شامل شوند و واقعا هم که تعداد زیادی از جوانان هم از ذکور و اوناس از ممالک خارجی که فعلا در دیار هجرت زندگی میکنن با احساسی که در مقابل وطن دارن و با مسئولیتی که درک میکنن به تمام مراجع نظامی و نظامی کشور تماس گرفتن و تقاضای همکاری کردن و در عین زمان میخوان که اونا بدانن که پروسه جذب به چی طور است و چقدر مدت زمان میگیرن که حتی جوانای ما و شما از خارج از کشور در این شرایط چمتوشی بیدی ترسو راشی در وصلوال پاوز پولیکو که در خپل هیواد اولسنا پا دفاع که داریگی. دستاورت های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در جریان 5 روز گذشته. نیروهای دفاعی و امنیتی کشور اخیراً به صورت مجموعی 179 عملیات مشترک، مستقل، ضربات هوایی، توپچی، عملیات تصفیهی خاص و گرفتاری را در 8 ولایت کشور انجام دادند که در نتیجه به صدها حراس افغان طالب کشته که شامل افراد رهبری، کلیدی، استخباراتی و نظامی به شمول اتباع پاکستانی و چیچنی نیز در بین کشته شدگان می باشند و به صدها تن آنان زخمی گردیدند که در بین مجروحین 2 تن از افراد القاعده هم قلمداد است که فعلا او موضوع تحت بررسی و تحقیق قرار داره در صورتی که ما اسناد و شواهد مستند را به دست بیاریم امرای مطبوعات شریک خواهد شد. 60 تن به شمول 2 عضو گروه داعش دستگیر گردیدند. همچنان 12 مرکز نظامی، سوق و اداره و مخفیگاه های دشمن از سوی نیروهای دفاعی و امنیتی از بین برده شده است. نزدیک به 31 حلقه ماین کشف و خونسا شده است. جمعا به تعداد 31 حلقه ماین کشف و خونسا شده است. یواز پتیرو 2 ساعتو که طالب ترکر تا داس مرگ جوبلا اوختی چه پا تیرو 40 کلو که بیساری دی. په دې خاطر چې په تیرو 2 ساعتو کې دشمن ته دومره مرګ ژوبله اوښتې ده چې د 40 کلو کې بېساره ده، هغه په دې معنا چې موږ په 40 کلو کې په 2 ساعتو کې دشمن ته په دومره لوړه کچه تلفات نه وړولي چې ارقامو ته که بیا اړتیا وه زه به ارقام هم تاسو ته وړاندې کړم. یوازې په تیرو 24 ساعتو کې دښمن په هلمند کې 200 نفره وجل شوی تلفات لري. جنایت گروه تروریستی طالبان. گروه تروریستی طالبان با راه اندازی یک حمله انتحاری موتربم، 70 مورد انفجار ماین و حادثه ترور که منجر به شهادت 162 فرد ملکی و زخمی شدن 22 تن دیگر شدند. همچنان جا داره که از ارقام مکاتبی که توسط تروریستا در جریان مدت 2 ماه گذشته تخریب شده یادآوری بکنیم که جمعا 172 باب مکتب در نقاط مختلف افغانستان توسط تروریستان تخریب گردیده. تعداد بیشمار کودکان و دختران در طول 3 ماه اخیر از تعلیم و تربیت باز ماندند و در اخیر خبر بد و خبر که باز هم دلالت به اعمال تروریستی و خاموش ساختن روشنایی از این ملت است تروریست ها انجام دادند که عبدالله عاطفی یک تاریخ پو در روزگان ولایت در چوری پا ولسوالی که بیگاش پا طالبان لخوانه پا شهادت رسیده ده. من نستاست پام لرن. تشکر. حالا هم پرسش رسانه های محترم. آریانا نیوز. ډیر مننه جنرال صاحب. وروسته کې روسیه یو ځل بیا د افغانستان او تاجکستان مرز ته نږدې عملیات په پوځي تمرینات پیل کړي دي. دوی اندېښنه لري افغانستان کې چې داعش او القاعده یو ځل بیا په پښو ودرېږي. دوی دغه اندېښنه څومره تاسو په نظر سمه ده؟ او بله موضوع، تاسو تر اوسه پورې څومره ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې دي په ټول افغانستان کې؟ تېره شپه هم میدان وردگ ولایت که جګړه تیره شوې ده هلته یو غټ بیس تعلیمي مرکز و هغه طالبان نیولی دی، اوس هلته عملا طالبان حضور لري.
ایدغه لویو بیسونو د نیول لپاره تاسو عملیات سمال شروع کی په داسال کې چې میدان وردګ ډیر لاند دی کابل ته مننه په خیر وسی لمړی پښتنې په جواب کې به تاسو ته وایم چې په هر ایواد کې د پوزی لحاظه چې په خپل گاون کې یا په خپل نږدې گاون کې د جګړې یا نور پوزی خطراتو احساسو کی هغه په خپل پوزی تطبیقاتو ته په سرحدي سیمو کې یا په نورو سیمو کې اتمن چمتواله نیسی د تاجکستان او نورو گاونډي هوادونو کې هم په دې برخه کې کوم تطبیقات کوي دا نوې خبره نه ده ولی د افغانستان وضعیت واقعا د پوزی لحاظه د دې وړ ده چې موږ گاونډیان ورنه تشویش ولري ولی دا ډاډ مونږه د سیاسي او ډیپلوماټیکو لارنه ټولو گاونډیانو ته ټولو د سیمه هوادونو ته او نړیوالو ته سرګن کړه ده چې موږ د دې وړتیا لرو چې د افغانستان د ټولو جغرافیونو د تروریستانو په مقابل کې دفاع وکړو د دویم پښتنې په جواب کې مو وایم چې زما هیله ده چې تاسو ژورنالستان چې په خاصه توګه په پوزی کنفرانسونو کې ګډون کوئ هغه کوم معلومات چې لازم دي هغه مخکې د مخې نه تاسو ولرئ د ځان سره په تیر کنفرانس کې ما د ولسوالیو په هکله باندې معلومات ورکړي وو چې هغه هم په پوزی لحاظه یو څه چې د یادولو وړ بولم هغه دا ده چې از لحاظ نظامي ساحات در حالت جنگ ساحات تصرف شده و یازده شده از جمله اسرار نظامی می باشه که او را از رسما اعلان کردنش در حالت جنگ از جمله اسرار نظامی است ایجاب نمی کنه به او اساس ما برتون قبلا هم یادآوری کردم که ما در اکثرا ولایات در اکثرا مناطق که در اوج ضرورت ازی بود که قوای امنیتی و دفاعی کشور عقب نشینی تکتیکی بکنه و او هم خود عقب نشینی تکتیکی هم یکی از حرکات‌های تعریف شده تکتیکی نظامی است یکی سقوط است و یکی عقب نشینی تکتیکی است عقب نشینی تکتیکی توسط قماندان سطح تکتیکی و یا اپراتیفی پلان گذاری میشه به خاطر مدافع متین و مطمئن و تجدید قوا و آماده سازی قوا جهت تصرف دوباره ساحات یا حالت تعرضی به او اساس ما در اکثر مناطقی که وضعیت جنگی به حالت اضطراری رسیده بود در اونجا پس قوای ما تجدید شده و عملیات های متقابل شروع شده و اگر از او بیخبری است دیگه ما تاسف میکنم و در عین زمان ما در ساحات و یا اراضی دیگه هست که در اونجا در حالت تجدید قوا و تحکیم خطوط مدافع خود هستیم تشکر پسش بعدی شمشاد مننه ډیر زیات شینواری صاحب یو هم د متقاعد سویو نظامیانو پر تړاو باندې معلومات راکې چې څومره بیرته دغه پروسه د حکومت له لوري نه پیل کیږي چې دوی بیرته جذبوي څومره نظامیان جذب سوي دي او څومره لا هم پاتې دي او بل هم امریکایي چارواکو ویلي و چې د افغان حکومت لپاره په کار دا ده چې دوی باید هغه سیمې چې دوی په لاس کې دي د هغو ساتنه وکړي پر ځای د دې چې له لاسه تللې سیمې ونیسي تاسو ته لومړیتوب کومې سیمې لري چې اوس د تاسو په لاس کې دي د دې ساتنه وکړي که نه هغه چې طالبانو ته لاس تلویدلې دي هغه بیرته ونیسئ او په تیرو دوه اویا ساعتونو کې که چیرې مشخصاً وایي چې تاسو وایي په تیرو شلو کلونو کې دومره مرګ ژوبله نه ده اوښتې دښمن ته او چې په تیرو دوه اویا ساعتونو کې اوښتې ده که مشخصاً وایي چې څومره وزل سوي او څومره هم ټپیان سوي دي مننه په خیر ویسئ لومړی پښتنه دغه هرقام د نظامی پلاوه زچون مسلکی نظامی جنرال ما ارقام مخکې د دې نه چې هغه خپل لازم وخت را ورسیږي هغه محرم موضوعات دي چې هغه نه باید شریک شي ارقام غوښتنه مې دا ده چې تاسو ارقام مه غواړئ ولې د متقاعدو ټولو جنرالانو او افسرانو دپاره یو منظمه برنامه په پا پام کې نیول شوې ده چې د امنیتی ارګانون د خوانه چې د ملي دفاع وزارت د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د لوی ریاست له خوانه هغو دپاره بعضې مسلکي بوردونه جوړیږي چې د هغو د پوهې نه د هغو د تجربو نه او د هغو د تحلیلونو نه په خپله هغه مسلکي برخه کې تخصصي ګټه پورته شي د دویمې پوښتنې په ځواب کې
امریکای متحده زمونږ استاسو ستراتیژیک دوست او موږ تاسو سره یو ستراتیژیک تړون لري او د هغې بنسټ باندې د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو نه په څو برخو کې ملاتړ کوي چې هغه تمویل ده، تجهیز ده او ښوونه او روزنه ده او په کله چې هم اړتیا پیښیږي زمونږ د تکتیکي قمندانانو په غوښتنه د عملیاتي برخه کې هم د هوایی حربی ملاتړ کوي. نو هغه برنامه چې په پوځي برخه کې موږ ترتیبو هغه ټول هغه پوځي معیارونه په هغې کې په پام کې نیول کیږي او هغه زموږ مسؤلیت ده، زموږ لومړیتوب ده چې په هغې کې موږ خپل د متخصصینو او دکتورینو نظریاتو په بنسټ باندې خپل ټول پوځي پلانونه چمتو کوو. زموږ دپاره مسؤلیت دا ده چې د ټول هیواد په کچه باندې د ټول هیواد او د ټول ولس ساتنه او امنیت تامین کړو که د خدای رضایي. نو مخکې پوښتنې په ځواب کې مې وویل چې موږ په بعضې سیمو کې مدافعه متینه وو، مدافعه تحکیمه وو او په بعضې سیمو کې چې مدافعه تکمیل شوې ده اوس بیرته یرغلیز حالت ته آماده شوي یستو او یرغلیز عملیات مو هم عملا شروع شوي دي. تشکر. سیار صاحب تلویزیون ارزو. تشکر میکنم جنرال صاحب. من امیلال سیار نام دارم، خبرنگار تلویزیون یک هستم. هرات، تخار، هلمند شب سخت سنگین را سپری کردن. روایت شما با روایت اطلاعات مالی خیلی متفاوت است. برش چی برنامه دارین؟ وضعیت از چی قرار است؟ هرات چند شب پیهم است؟ هلمند چند شب پیهم است که در شهرش جنگ جریان داره؟ نیروی تازه نفس رفته نرفته و تهدید در چی سطح است؟ در حالت فروکش است یا هنوزم اصطلاحی که شما به کار میبرین تهدید بلند است؟ تشکر میکنم. بخیر باشین. ولایتی را که نام گرفتین اونا از تهدید بلندم در حالت جنگی و اضطراری هستن، از تهدید بلندم بالاتر است اوجا وضعیت. در حالت جنگی تمام وضعیت را ما هر لحظه و هر دقیقه زیر نظارت داریم و از طرف مسئولین اپراسیونی که پرسون ها مسئولیت عملیاتی را دارن، پلانگذاری را دارن و استعمال قوا را دارن. به طور دوامدار وضعیت تحلیل و تجزیه میشه. واقعا وضعیت مشکل است، وضعیت جنگی است. ما ایره نگفتیم که ما در یک حالت حادی قرار داریم، ما در یک حالت جنگی قرار داریم، ولی اطمینان را که میخواییم برای تمام هموطنهای خود بتیم که ما پس به حالت عادی برمیگردیم. نیروهای امنیتی و دفاعیتان الحمدلله دا وړتیا، دا توانایی او دا ظرفیت او دا هوټلری او دا عملا د افغانستان ټول ولسته او نړیوال ته ثابته کړی ده چې د جګړې په ډګر کې ستونزې رامنځته شوي دي، ولی بیرته یې دښمن ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړی ده او د دښمن نه یې هغه اراضي او هغه سیمه بیرته نیولې ده. او اوس هم په دغه دوه یا درې ولایتو کې چې په کوم وضعیت سره موږ مخامخ یستو، بلې او هلته تازه نفسه قواوې هم رسېدلې دي او د جنگ د مدیریت دپاره د جنگ د ستراتیژیکې کچې مسؤلین د وسلوال پوځ د اعلی سرقومندان لخوا نه د جبهې د قومندانیت او رهبرۍ دپاره توظیف شوي دي. تشکر. سال بعدی. سال بعدی. سال شما بفرمایید. General Saab, tashakkur mekunam. Can I ask in English or no? Yeah, it's going to ask English. She can translate okay. For me, no problem. I asked this question 1 month ago. The commander of the U.S. says that there is a consolidation plan that the U.S. military is saying not every district the ANDSF should protect, only some. What is your plan for consolidation that the U.S. military says that you have? Oh, oh. Commandare America goft Daulati Afghanistan plan dosht kole walis wali hamayat kadana metana boyad yagan walis wali najat mekanin یگان والس والی نجات نامی کنن کدام والس والی پنتان چیست؟ پر جگره که من یو حالی حادی حالت لرو، یو دلور تهدید حالت لرو، یو اضطراری حالت لرو. متاسفانه من
په ځینو سیمو کې نورماله حالت ده، ځینو سیمو کې لوړ تهدید ده، او په ځینو سیمو کې جګړه ییز استراري حالت ده. د هغې بنسټ باندې په جګړه ییز استراري حالت کې یا د لوړ تهدید په حالت کې نظر په محاسبه د قوه او د تناسب د قوه په پام کې نیولو سره د ستراتیژیکې کچې او اپراتیفي کچې قمندانان خپل قرار د وضعیت د دقیق محکمې په بنسټ باندې ترتیبوي او ورکوي. په هغې کې مهمترین نقاط در او نقاط استراتیژیکی اراضی می باشه، نقاط حاکم می باشه، شهرها می باشه، شهرهای می باشه که او از لحاظ نظامی اهمیت استراتیژیک می باشه. توجه بیشتر به او اراضی میشه که اهمیت استراتیژیک داشته باشه. ما فعلا برای عرصه وضعیت هم آمادگی داریم و هم پلان های خود را داریم. ما قبلا هم هیره گفته بودیم و تشریح کردیم که بعد از رفتن نیروهای ناتو و ایالات متحده امریکا ما خواهیم یا نخواهیم از لحاظ نظامی به یک سلسله خلاها مواجه میشیم که او خلا، یکی از او خلاها عبارت از حمایه حربی و ترانسپورتی هوایی بوده و دوم هم اکمالات که ساحات دوردست ما بود. با او اساس ما محاسبات خود را داریم، برنامه خود را داریم، پلان های خود را داریم. در این مورد در قدم نخست در برنامه پلان شش ماهی که از طرف جلاد ما رئیس جمهور و سرقماندان اعلی قوای مسلح مطرح شده و بعد از تاییدی مسئولین سکتور نظامی سطح استراتژیک مورد تایید جلاد ما رئیس جمهور هم قرار گرفته، اولین فاکتور از او پلان و یا اولین روحی و مفکوری از او پلان ای است که ما تحرک فعال دشمن را مختل بسازیم که او از لحاظ نظامی به تفصیلات اضافه ضرورت داره. ما فقط اینم خبرتون میگم که در اولین اولویت ما ای قرار داره، در صدر اولویت برنامه نظامی امی قرار داره که ما تحرک فعال دشمن را فعلا مختل بکنیم. تشکر. سوال نیست؟ یک بار دیگر جهان سپاس از برید جنرال اجمل عمر شینواری، سخنگوی قوای مسلح کشور. حاضرین گرامی و رسانه‌های محترم، کنفرانس ما همینجا به پایان میرسه. وقت همه بخیر، خدا نگهدار. تشکر، بخیر باشین. بفرمایید.